با عرض سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، بحث امروزی که میخوایم در موردش صحبت کنیم در مورد مباحث لینک هستش. میخوایم این جلسه در مورد لینک صحبت کنیم، بعد در مورد اکسپریشن تری ها و انانیمس متدا صحبت کنیم، بعد وارد موضوعات لامدا میشیم و آرم و انتیتی فریم ورک و ریپوزیتوری. خب خوندن همه این مطالب حتی دو سه جلسه وقت میبره. این جلسه بیشتر تمرکزمون روی گزینه لینک و لامدا هستش که ببینیم لینک چی هستش و لامدا چی هستش. تقریبا همه مطالبی که در جلسات قبل خوندیم از بحث کالکشن ها گرفته و بحث سی شارپ مقدماتی که خونده بودیم پیش زمینه همه مطالب لینک و لامدا محسوب میشه. بعد وارد موضوع انتیتی فریم ورک میشیم. ما در دوره ASP.NET Core انتیتی فریم ورک رو عوض شده، نسخه انتیتی فریم ورک در MVC 5 نسخه 6ش بوده، از نقطه نسخه 7 به بعدش تبدیل شده به EF Core در .NET که ما در ASP.NET Core نسخه EF Core رو خواهیم خوند. اما چون یه مقدار آشنایی مقدماتی با انتیتی فریم ورک باید داشته باشیم، ما حداقل یکی دو جلسه هم در مورد انتیتی فریم ورک کار خواهیم کرد، چون تقریبا شباهت خیلی زیادی به EF Core داره. خب بریم از موضوع لینک شروع کنیم. خب اگه یه جستجوی ساده در اینترنت بزنید لینک چیست، ببینید لینک یک زبان میگه لنگویج اینتگریتد کوئری، یه زبان پرسجو هستش، یعنی یک زبانی هستش که در .NET 3.5 معرفی شده و ما اجازه میده از منبع‌های مختلف کوئری بگیریم. این منبع مختلف میتونه یه آرایه باشه، میتونه یک فایل XML باشه، میتونه یک دیتابیس باشه، از منابع مختلف میشه با لینک پرسجو انجام داد. و یه نکته مهمی بهت بگم، یعنی میتونی سلکت بزنی روی داده ها، تو نمیتونی با استفاده از زبان لینک تو اینسرتی یا دیلیتی یا آپدیتی روی داده ها انجام بدی. اگر بخوایم روی داده های خودمون اینسرت و دیلیت و آپدیت انجام بدیم، از پرووایدر باید استفاده کنیم که پرووایدر دات نت هم انتیتی فریم ورک هستش. خب و دو تا تحقیق هم میخوام بهت بدم که یکمی کلاس به صورت دانشجو محورم بره جلو. میخوام جلسه بعد در مورد اکسپریشن تری ها و انانس متدا یه تحقیقی بکنی. جلسه بعد که با هم شروع میکنیم تو یه روب اولش برام یه توضیحاتی بده، برای اینکه کمکت کنم در موردش دو تا لینک بهت میدم در مورد اکسپریشن تری ها که الان برات هم آخر کلاس برات میفرستم. من و معذرت خواهی میکنم که مو صدام گرفتی، مقدار سرما خوردم. صدام خوب میاد خواهم من دست مدتون. خب ببینید در این اینکه برات فرستادم یه توضیحات کلی در مورد اکسپریشن تری ها هستش. منظور از اکسپریشن تری ها همین جملاتی که می نویسیم در زبان برنامه‌نویسی، مثلا ایکس به اضافه ایگرگ. خب اینا میتونه به عنوان مختلفی پست فیکس و پریفیکس پردازش بشه. این اکسپریشن تری ها میگه اینها رو به صورت تبدیل به یه ساختار درختی میکنه که برنامه بتونه باهاش کار کنه، یعنی اینو سریالایزر بکنه به عبارتی. خب یه تحقیق کلی در مورد این بکن، چون پیش زمینه اکسپریشن تری ها و انانیمس فانکشن ها به صورت کلی دیگیت و اکسپریشن تری و انانیمس فانکشن پیش نیازهای لامدا اکسپریشن حساب میشه، که اینا یه تحقیقات کلی باید توش انجام بدی که بتونی مفهوم لامدا اکسپریشن رو بسیار کامل درک کنی. لازمش همینه یه مقدار با لامدا اکسپریشن کار کنیم که اصلا متوجه بشی لامدا اکسپریشن تری هستش و چه نیازی به این داره. خواهد همین، این جلسه من کاملی موضوع رو تدریس نمی کنم. خب خودت بگی یه تحقیقاتی در مورد اکسپریشن تری و انانیمس فانکشن انجام بدی. توضیحاتش تو اینترنت هم هست، تو این لینکی هم که بهت دادم هستش. خب
در مورد انالیز متد من این جستجوی ساده هم کردم تو سایت تحقیق دات کام هم لینک ساده در مورد آموزش ساده در این مورد هستش. این متد های انانیمس در سی شارپ کامل یه توضیحات داده، بهش میگن متد های بینا که بس همین متد های بینا لامدا اکسپریشن ها تولید شده. خواستم جلسه بعد یه توضیح خود تحقیقی در مورد این دوتا موضوع بکنی، در مورد اکسپریشن تری ها و انانیمس متد ها، و با موضوعاتی که من این جلسه بهت خواهم گفت انشاءالله موضوع برای چیه جا بیفته. خب ما آموزشمون رو با بحث این جلسه رینگ شروع میکنیم. خب واسه آموزش رینگ بهترین منبع خود سایت مایکروسافت دستش، یه سمپلی داره، رینگ سمپلش رو بزنیم آروم آروم شروع کنیم از روی سمپلاش بریم جلو. حدودا 101 تا دستور مهم و کاربردی داره که ما دستورات مهم و کاربردی رو که در پروژه ها استفاده میشه خواهیم خوند. من اینجا دستورات مهم رو بسته خودم نوشتم که در وقت کلاس صرفه جویی بشه. اولین گزینه که میخوایم باش کار کنیم سیمبل سلکت هستش. خب بذار قبل از یه مقدار در مورد لامبا اکسپریشن هم توضیح بدم بهت، این مثال بزنم فکر کنم بهتر جا میفته. پروجکشن میبینی اینجا؟ آه نه. خب یه سری سیمپل کنم. ببین ما هر دستوری رو که در SQL می نویسیم، در SQL Server، میتونیم اونو بیاییم به صورت رینگ، زبان رینگ بنویسیم، و یا به صورت، یعنی تردیشنالش به صورت رینگ هستش، جدیدش به صورت لامدا هستش. یعنی ما هر کدی رو که بخوایم میتونیم به این دو صورت چیکار کنیم بنویسیم. من در آپارات خودم این جلسه برات، بلکه در وقت دورم صرفه جویی بشه، اگه بری تو ویدیوهای لیست پخش آموزش ASP.NET Core، آها اینا، من دو تا آموزش آخر، آموزش مقایسه رینگ با لامدا و SQL و ASP.NET Core اینا رو گذاشتم توش که میتونی از این دو تا گزینه، از این دو تا جلسه که گذاشتم برات استفاده کنی. جلسه بعد اول این دو تا فیلم آموزشی رو نگاه کن و همراه مطالب خیلی کمکت میکنه که مطالب بهتر و مفیدتر برات باشه. خب من یه پروژه .NET Core باز میکنم. خب من صدا تصویر خوب میاد برات، عقب نمیفته که. خب کنسول پی پی دا. از مثال های ساده تر شروع میکنیم. بس قرارمون این شد واسه جلسه بعد موضوع اکسپریشن تیری ها و انانیمنس فانکشن ها و دیگیگیت رو بخونیم. دیگیگیت رو که کامل به تدریس کردم، اکسپریشن تیری و انانیمنس فانکشن هم خودت میخونی. جلسه بعد اولش یه رو 20 دقیقه اول چکار میکنم ازت، این دوتا موضوع رو تحویل میگیرم. این سه تا موضوع پیش زمینه مفهوم لامدا اکسپریشن هستش. ما کاربرد لامدا اکسپریشن این جلسه خواهیم خوند، اما کانسپتش رو برای اینکه درک کنی لازمه اینه که این سه تا موضوع رو بدونی.
موضوع رینگ و لامدا اکسپریشن هم پیش نیازهای انتیتی فریم ورک هستش. انتیتی فریم ورک هم که ما گفتم فقط دو جلسه سه جلسه مرور کلی بهش میکنیم، بعد موارد پیشرفته انتیتی فریم ورک همون بحث چی میشیم، ایف کور میشیم، که انشاءالله بعد ایف کور یه بحث آیدنتیتی هم خواهیم خوند و شروع به نوشتن پروژه میکنیم. خب ببین، و اگه بتونی اینو یاد بگیری، این سایت خیلی عالی هستش، سمپلای خود مایکروسافت گذاشته. ببینید میگه میخوام یک کوئر، اول من چرا نخواستم درگیر اسکیلت کنم، چون تنها لینک یا رامدا برای کار کردن روی اسکیل نیست، تو میتونی روی هر دادی با این کوئری گیری کنی. بخوام میخوام اول با داده های ساده شروع کنم، بعد وارد بحث های اسکیل سرویش بشم. یه سمپلی آورده اینجا. میگه آیا آرایی در مثلا ساده ترش میکنم، میگم یک دو سه چهار پنج. ببین یه آرایی دسیما درست کردم، یه آرایی هست دیگه نامبر که شامل 5 تا عضوه. خب بعد گفته ریزالت کن. ببین یادت باشه ما در اسکیه میخواستیم خیلی شبیه مینوشتیم سلکت مثلا ستاره فرام، خب اسم مثلا تیبلمون رو می نوشتیم مثلا فرام تیبل، یا می نوشتیم مثلا چی رو برامون بیا، نامبر رو برامون بیا، درسته؟ یه از مثلا بهش می دادیم این، مثلا بهش می گفتیم ارایس، می گفتیم چی؟ ارایس. اگه دقت کنین اولا جایی ببین توی رام در رینگ سلکت اومده پایین، اونی که میخواد ازش فرام کنه میره بالا. یعنی ببین این دوتا قسمتی که قبل این شکلی بود تو اسکیل دیگه، گفتم صبح با تماس گرفتم گفتم یه مطاری اسکیل داشته باشی. ببین میگفتیم سلکت نامبر از n فرام مثلا تیبل، توی رینگ جای اینا چی شده؟ عوض شده. یعنی این اومده و این اومده و او رفته بالا. خب بعد زبانه به جای اینکه از استفاده کنه گفته from in این مثلا تیبه، یعنی جای اینا چی شده با هم؟ ارایس و اینا با هم شده؟ عوض شده. نگاه کن نوشته from، آه پدر ما به در بودی، بیا ایمپورتت کنم، دست سر ما بردار بگم. خب ببین من یه آرایه درست کردم نامبره، گفته ریزا حسینم نمیخوام فعلا این سادش بکنیم. به این جمله میگن جمله رینگ، به این زبان میگن زبان رینگ. خیلی شبیه اسکیل، اگه دقت کنی یه مقدار جاهاشون فقط بند شده، فرق کرده. میگه فرام ای متغیر مینویسی این که داخل این نامبره بگرده، سرت کن عنصر چی رو؟ اینو، درسته؟ و نتیجهشو بریز توی چی؟ ریزالت ما. و ریزالت خب میدونی و آسیشاب سر بعد اضافه شده میتونه هر تایپی رو بگیره، این خروجی این هر تایپی داشته باشه، دفعه اول میاد توی و جایگذاری میشه و در طول برنامه دیگه نمیشه مقدار این تایپی نوز کرد. خب ها من صدام نمیاد؟ ببینید الان چه اتفاقی داره این قسمت میفته. ما یه آرایه نامبر درست کردیم، گفتم داره این
میگیم آفرام کن، یه آرائی متغیری بهش میدیم که توی نامبر بچرخه و سلکت کنه عناصر N ما رو. بعد اینو توی صفحه گفتم دیباگ دات رایت کن برام نمایش بده. ببین وقتی اجرا میکنم الان چون دات نت کور هستش گفتم توی محیط دیباگ بنویسه توی آوتپوت بهمون نشون میده. نگاه کن نتیجه کدا رو چیکار کرد؟ 1, 2, 3, 4, 5 رو برامون اینجا چیکار کرد؟ نشون داد. خب ببین همین کد رو میشه به صورت کد لامدا هم نوشت. یعنی چی؟ الان بریم تو این قسمت، بریم توی قسمت لامدا، میگه به جای اینکه تو این همه کد رو بنویسی میتونستی بنویسی همین خط رو. یعنی ما به جای اینکه این جمله رو بنویسیم، من اینو کامنتش میکنم، ما میتونیم این قسمت رو بنویسیم. به این شکل بنویسیم. خب این چیه؟ به این در هر زبانی یه اسمی میگن. مثلا در سی شارپ بهش میگن عبارت لامدا. خب یا مثلا در زبانهای دیگه بهش میگن ارو فانکشن. این یه اشارهگر هستش در حقیقت. این یه دونه چیه؟ اشارهگر. به این منظور اینه که تو میتونی دستورات بالا رو، خب یعنی در چند خط دستش با لامدا توی یه خط بنویسی. ببین من نوشتم و result مثلا from in این number select این با زبان لینک، این دستور زبان لینکه. میتونیم با زبان لامدا به صورت خلاصه نویسی یا مختصر اینو توی خط هم بنویسیم. ها ببین گفتم چیکار کنه. فقط اینجا یه نکته داریم. این اینه در حقیقت میگیم اشارهگری هستش به عناصر داخلی چی؟ این آرایه. یعنی اشاره میکنه. این چند تا مثال دیگه بیارم جا میفته برات. این اجرا کنی همین نتیجه مثال قبلی رو چکار میکنه برام. ده؟ برامون آف. خب پس ما متوجه شدیم به این دستورات میگن دستورات رینگ، به این دستورات میگن دستورات چی؟ رامدا. خامندس اگه میخوای میتونی میکروفون تو قطع کنی هر وقت خواستی، چون صدای اطراف بیاد تو ضبط میافته میتونی قطعش کنی یا میکروفون تو. خب بعد بریم الان مثال بعدیمون. میخوایم در مثال بعدی از دستور تو اری یا توریست استفاده کنیم. خب میریم تو قسمت یه مثالی از تو اری بیاریم. ما میتونیم خب بریم اول حالت کوئری بیسش رو بیاریم. خب ببین یه آرایه درست کردیم به نام نامبر، یه ریزالت زدیم فور، گفتیم این اینه نامبر داد تو اره اینید و سلکت کن اینو. خب اینو میتونستیم به این شکل هم بنویسیم، یه مقدار سنگ سخترش کرده. میتونستیم اینو به جای اینکه این شکلی بنویسیم راحترش این بود که بیایم اینو انتخاب کنیم، بیایم آخر سر بگیم ما تو اره. به نظر من این راحت تر هستش.
که میتونیم از این حالت استفاده کنیم اینو به تو اری تبدیل کنیم. من اجرا کنیم نه یک دو سه چهار رو برامون چیکار کرد؟ چاپ کرد. منظورش اینه که ما میتونیم نتایج این زبان لینکو یا نتایج زبان رامدا رو به آرایه یا به لیست عوضش کنیم با این روش. الان من تبدیلش کردم تو آرایه، یعنی ریزالت این نتیجه ای رو که این داشت تبدیل شد به این یه آرایه و این ریزالت الان از نوعی آرایه است. اصلا بری وایسی روش اجرا بکنی، روش وایسی بزن، من یه افتح بزنم بیا پایین، روی ریزالت وایسی هم ببین در اگه یه آرایه هستش. خب به این همینو میتونیم با استفاده از رامدا اکسپریشن هم چیکار کنیم؟ بنویسیم. کافیه بنویسیم که زینو کامنتش کنه. خب بیام بنویسم و ریزالت مساویه. اگر رو کامپیوتر خودت دیدی ریزالت رو نیاورد، دلیلش اینه که ریشارپه نداری، چون موردهایی که تعریف نشده در سی شارپ نمیاره. چرا من رو ریزالت تشخیص داد آوردین ریزالت رو؟ چون من ریشارپه نصب رو کامپیوترم. تو در ویژوال استودیو نمیتونی متغیری رو که تعریف نشده بزنی بیاره. این اما چون تشخیص میده من ریزالت استفاده کردم، خودش برام میاره و ریزالت میگم نامبر رو داد تو اریش به راحتی. ببین رامدا اکسپریشن ببین کار ما رو ساده تر میکنه. این چند خط کد در کد ما تبدیل شد به یک خط کد. این هم اجرا کنم همون نتیجه رو بهمون میده. نه تنها اینو میشه به تو اری تبدیل کرد، لازم شد اینو میتونیم به چی هم تبدیل کنیم؟ بذار من اینو کامنتش کنم. ما میتونیم اینو به ریست هم تبدیل کنیم. بنویسیم تو ریست، یعنی نتیجه ما رو تو ریست کن. میبینم اجراش کنم، نتیجه ما تبدیل به یه تو ریست میشه. خب یا همینو میشه با رامدا اکسپریشن هم دوباره تبدیل کن. توریست خب این میشه هم در رامدا اکسپریشن هم به توریست چیکار کرد؟ تعریفش کرد. خب خب من تا اینجا مشکلی ندارید؟ نم خب خب بحث بعدی چند تو اینا رو باز کردم، بذار اینا رو ببندم. خب خب بحث بعدی دستور اوردر بای هستش. خب بریم از قسمت اوردرینگ یه سمپل اوردر بای رو بزنیم بیاره برام. میرم تو حالت کوئریش. ببین یه آرایه درست کرده به نام نامبر. خب ببین اگه یادت باشه تو اسکیو این شکلی بود، سلکت مثلا اسم فیلد فرام نام جت و آخرش اوردر بای. اگر دقت کنید دقیقا داره جاهاشون عوض میشه. ببین اوردر بای رفته وسط بین سلکت و سلکت و فرام نوشته شده، در حالی که قبلا بعد فرام نوشته میشد. این یه لغت ریزیه که بهش دقت کن. ببین گفته که اوردر بای کن، یعنی مرتب کن بر اساس این. نگاه کن ریزالت فرام این این نام به معمولا هم سعی کن اینها رو توی پارانتز بذاری، عادت کن که بهتره بشه. نه در آخری پارانتز بذاری بهتر هستش. میگه فرام این
این number order by n select n. این دستور order by باعث میشه این لیست بر اساس n چی بشه؟ به صورت اسندی مرتب بشه. اگر اجراش کنم نتیجه ببین، این 7-9-5 بود، شد 5-7-9 به صورت اسندین چی شد؟ سودی مرتب شد. خب نمونه بعدیش هم order by descendingه. مثلا این order by رو با حالت رامدن بنویسیم. خب در حالت رامداش هم به این شکل هستش. تا چند تا مثال کردم بهش زدم تقریبا داری متوجه میشی که رامدا به ما کمک میکنه که بتونیم چندین خط کد لینک رو تبدیل به یه خط کنیم. این در برنامه نویسی خیلی کمکمون میکنه که بتونیم چندین خط کد لینک رو به یه خط تبدیل کنیم. هم سرعت برنامه نویسی رو بالا میبره، هم خانه های کد رو بالا میبره. خب ببین، نوشته نامبر رو اوردر بار کن. این گفتم این اشارگری، هر اسمی میتونی به این بزنی. این در اگر یه اشارگری هستش که میشه بهش هر اسمی داد. یعنی عنصر داخل این اینو در حرکت داره شامل میشه. این این میگه این اشاره میکنه به عناصر این اینه اشارگری هست که این شامل عناصر این نامبر هستش. خب این رو اجراش کنم. بریم مرتب بشکن. خب بریم بحث بعدی، ببینیم به صورت دیسندینگ به چه روشی میشه اینها رو مرتب کرد. خب برای مثال دیسندینگ وادی از رشته استفاده کرده. خب بذار از این روش رشته استفاده کنیم که رشته هم ببینی. خوبه، خب یه آرایی نوشته برای ما. گفتم سعی کن اینا رو پرانتز بذاری چون بعدا خواهیم خوند که اینا رو کس میکنیم بیم برم بخواست میشه. خب میگه from n in a name order by n descending. اگه descending بزنیم به صورت نزولی مرتب سازش میکنه selecting. اگر من این اجرا کنم این به صورت descending، یعنی از حروف z به a مرتب میشه. ببین s n b برعکس مرتب شد. خب اگر بخوایم اینو با زبان رامد اکسپریشن یا زبان خلاصه گویی بنویسیم، بیایم چطوری استفادهش میکنیم؟ سمپلش اینجا تو سایت هستش. میای با یه خط کد به این شکل این تبدیل به دیسندینگ میشه. لازم نیست اینها رو حفظ کنی یا همین سایت که آروم آروم توی پروژه که استفاده میشه اینا کار بکنی یاد میگیری اینا رو. ببین نوشتیم order by descending، این گفتم اشارگری هستش به این نیمه. خب الان این اجرا کنم همین نتیجه قبلی رو به همون میده. ببین s n b. خب اینم بحث چی شد؟ order by هست شد. خب مهندس مشکلی نداری در این قسمت؟ خب بریم ادامه بحثمون رو ادامه بدیم. خب order by descending رو خوندیم. خب بریم از مثال و مثال های و رو بخونیم. خب بریم ببینیم بحث و یه مثال سمپلی رو که خودش آورده چی هسته. خب ببین یه آرایه درست کرده، نامبر 5 در 15 20 فرام 25 و 30. گفته توی ریزالت بریز from n، گفتم این نامبر ور. ببین ور آورده به این شکل می‌نویسه n کوچکتر از 15 و اعداد بین 15 و 25 رو برامون چیکار میکنه؟ انتخاب میکنه. خواستم ببینی نحوه استفاده کردن ور در این. دقت کنید دقیقا شبیه دستورات چی هستش؟ SQL هستش. خب این که آسون بود، بریم نکته بعدیش.
سمپل لامدا اکسپرشنش هم ببینیم در لامدا اکسپرشن به چه شکلی نوشته میشه. در لامدا اکسپرشن به این شکل. الان متوجه میشه که دلیل این اینی که استفاده میشد برای چی بود. نگاه کن. تو مثال های گم ما درک نمی کردیم چرا نوشته بودیم این اشاره گری است به این. نگاه کن. هدف از اینی که تعریف شده تو این شرط ها استفاده میشه. مثلا می نویسیم این اشاره گری است به نامبر که این مثلا کوچکتر از 15 این بزرگتر از 15 کوچکتر از 25 باشه. در این شرایط از چی استفاده میشه؟ از این اشارهگر ها استفاده میشه. که اگه گفتم برید مبحث اکسپریشن تیری ها و انانیمنس متد ها رو در سی شارپ بخونی خیلی کمکت میکنه در درک کانسپت این موضوع. ما داریم کاربردش رو میخونیم اما کانسپتش اگه واقعا بخوای درک کنی که این چجوری این اشارهگر از کجا داره میاد یا این به کامپایلر داره چی میگه و چه جوری شده اصلا چه تاریخچه‌ای داره این به وجود اومده، اگه این دو تا تحقیقی که گفتم انجام بده دقیقاً برات مطالب کاملا جا افتاده میشه. خب ببین یه وری گذاشتیم اینو تبدیل کردیم به این چند خط کد رینگ با استفاده از لامدا اکسپرشن تبدیل شد به یه خط کد. خب بریم مثال بعدی در مورد اپراتور فریست کار کنه. خب به این دستورات رینگ خب در روز اگه بخوام مثلا جنبندی هم خیلی زیاده 101 تاش هم که کاربردی تر هستش. من از این 101 تا تبریه سعی کردم من یه حدودا یه 10-20 تایی که از همه مهمتر هستن و در پروژه استفاده میشن و با هم تمرین کنیم و بقیه به مرور زمان خودت در پروژه های مختلف کار میکنی و تسلط بهشون پیدا میکنی. خب بریم الان در این مثال فریستو کار کنیم. خب ببین میگه که حالت کوئریش رو میزنم، میگه که در حالت کوئریش معنی نداره. واقعیتش هم اینه به این دلیل معنی نداره. نگاه کن مثلا ما اگر همین مثال خودمون همین مثال میتونیم به این شکل بگیم داد فریس یعنی اولین عنصری رو که پیدا کرده برامون نمایش بده. به این شکل میتونیم میگیم یعنی برو اگر این شرط برقرار شد اولین عنصری رو که پیدا کردی بهمون چیکار کن نمایش بده. اما یه نکته بهت بگم این میره کورش رو، یعنی الان من این اجرا کنم این مثلا بین 15 و 25 میاد 15 20 و 25 رو کلن اول جدا سازی میکنه بعد فقط 15 رو بهمون نشون میده که الان یه مقداری بحث پرفورمانسش ضعف داره. و یه مشکل دیگه هم داره، اگر من الان بهم بگم فریستو بهم بیار من یه چیزی بیدم مثلا از این نباشه بذار مثلا به فرض بر مثلا من شرط تو این شکلی بنویسم بگم انهایی رو برام بیار که بزرگتر از 35 باشه. بذار و این اجرا کنم یه بار ببینی. میگم انهایی رو که بزرگتر از 25 برام بیار. آهای خطایی دیگه اینجا فوری چی؟ چون یه عنصره میگه دیگه ریزارت تو یک عنصره میخوای چی رو من چاپ کنم؟ بذار اینو پاک کنم بنویسم system.console.write چی رو برام بنویس؟ ریزارت. خب چون یه عنصره دیگه نمیخواد که آرایی بهش بس کنم. خب من اولین عنصر رو بعد 25 رو چیکار میکنه برامون نمایش میده. ببین 20 رو چیکار کرد اولیش. اما نکتهش اینه که این میره الان در حقیقت 20 و 25 و 30 رو جدا میکنه و 20 رو فقط بهمون نشون میده. یعنی میره همش رو اول میاره 20 و 25 و 30 رو میاره اما فقط 20 رو بهمون نشون میده، اولین عنصرش رو بهمون نشون میده. خب
در حقیقت معادل همون دستور تاپ اسکیور ما هستش. مثلا میگفتیم تاپ کن برامون اولین عنصر رو، بیشتر به صورت این میشه هم گفت که تاپ یک رو میشه مثلا گفت بهش. خب دستور فریست هم که خوندیم، و ببین مشکلش اینه، اگه من عنصری بهش بدم الان مثلا نباشه خطا میگیره. نگاه کن بهمون کچ داد، اکسپشن این وید اپریشن اکسپشن. به خاطر همین ما از یه اونسی حالت دیگه هم هستش، فریست او دیفالت استفاده میکنیم. منظورش اینه که اگر نتونست پیداش بکنه، این پیشفرز نامبر چی هستش؟ آرای اینت پیشفرز صفره. اگر نتونست پیدا کنه توی این ریزالت ما مقدار صفر رو میذاره. پیشفرز هر تایپی مشخصه، مثلا اینت صفر، استرینگ مثلا خالیه، اینطوری جایگذاری میکنه. میگه اگه نتونستی اولین عنصری رو که با شرایط ما برقرار پیدا کنی، براش مقدار چی رو بذار؟ دیفالتش رو بذار. مقدار دیفالت اینت هم صفر هستش، یعنی خطا نمیده. معمولا به خاطر همین از فریست و دیفالت استفاده میکنه. ببین مقداری که برامون چاپ کرد مقدار چی هستش؟ صفر هست. خب این حالت استفاده از حالت رینکش بود. چرا اون تو این سایت نوشته که این معنی نداره و حالت کوئری بیسش نیست؟ واقعیتش رو بخوایم حالت کوئری بیسش نیست، چون این یک، اگه دقت کنی همه این ها رو نکته بهت بگم داد. ببین این جلسه قبل خوندیم این همشون چی هستن؟ اکستنشن متد ها هستن. یعنی رامدا اکسپریشن بیشتر به صورت یه اکسپشن اکستنشن متد یا متدهای توسعه اضافه شده روی زبان چی؟ رینک. خب جلسه قبل ما اکستنشن متد ها رو خوندیم دیگه، میتونستیم باز از اکستنشن متد ها متدهایی رو که امکان اسپری ازشون نداریم و اینا رو توسعه بدیم، یه سری امکانات به اسم متد ها اضافه کنیم. این حالت رامد اکسپریشن که داریم در اینکه یه اکسپشن متد اکستنشن متد اضافه شده، متد های توسعه اضافه شده به روی زبان نگیم. نکن فریستون علامت آیکونش رو دیدی، نشون دهنده اکستنشن متد ها بود. خب میگه که این چرا وجود نداره؟ میگه خب بهتره که به جای اینکه تو میخوای اینو این شکلی استفاده کنی، میگه که این حالتش از اون راحت تر هستش. میگه بهتره از این حالتش استفاده کنی، از حالت رامداش استفاده کن. حالت رامداش رو ما توی این مثال رفته بودیم داد فریست، همون حالت داد فریست رو چی گفت به همون؟ زد و این خب میگه ممکنه مقدار خالی برگردونه، به خاطر بهتر از استفاده کنی فریست و دیفالت استفاده کنی. بس ببینیم چه خطایی هم داره به ما میگه. نه کار میکنه اما میگه بهتر بود از استفاده کنه. خب این هم روش استفاده کردن از رامدا اسپریشن هستش. بس تو متد فریست یادت باشه میاد وقتی میگم فریست اولین عنصر رو پیدا کن، اینطوری نیست. اول این دستور این که اجرا میشه همه اطلاعات رو پیدا میکنه، یعنی میگه 20 25 و 30 رو پیدا میکنه، بعد فقط اولین عنصر رو به ما نشون میده. از لحاظ پرفورمنسی مقدار مشکل داره. فریست تنها اگر چیزی رو نتونه پیدا کنه خطا میده، اما فریست دور دیفالت اگر نتونست پیدا کنه اون مقدار دیفالتش رو با این چیکار میکنه؟ جایگذاری میکنه. خب بحث بعدی استفاده از سینگر هستش. خب ببین در حالت سینگر بذار همین مثال بزنم که به اصالت سینگلش استفاده کن. خب ببین خیلی شبیه سینگل هم شبیه دیفالت هستش، اما
مزیت سینگل نسبت به فریز یا اولیش اینه که در فریز میگم کل آره، مثلا من گفتم برو عدد های مثلا بزرگتر از 15 رو بیار، این میرفت 15 20 و 25 و 30 رو پیدا میکرد، فقط به ما مقدار چی رو نشون میداد؟ اولین عنصرش 15 رو نشون میداد. اگر تعداد نتایجی که زیاد بود، مثلا حجم زیادی از داده از روی دیتابیس میکشون میآورد تو برنامه، چه بخواد که 15 رو به ما نشون بده. این خب یه بحث پرفورمنسی ضعف داره، اما در سینگل اینطوری نیست. در سینگل میگه اولین عنصری که دیدی فقط اونو برگردون. یعنی ما وقتی بهش میگیم سینگل یعنی یک مود، میگیم از این برو سینگل رو پیدا کن، این تبدیل میشه این صفحه، میگیم سینگل رو پیدا کن، فقط اولین عنصرش رو پیدا میکنه. یعنی دیگه نمیگه از اون دیتابیس 15 و 20 و 25 و 30 رو بیاره، بعد هنوز عنصر اولش رو نشون میده. یعنی از لحاظ پرفورمنسی این بهتره. فقط این هم یه جاهای محدودیت داریم، همیشه نمیتونیم از سینگل استفاده کنیم. جاهایی که ما میدونیم همین عناصر یونیک هستن بیشتر استفاده میشه، یعنی روی کلیدهای ببخشید اصلی یا پرایمری بیشتر میتونیم ازش استفاده کنیم که غیر تکراری هستن. در این جور جاهایی که ما مطمئنیم عناصر تکراری نداریم و اولین عنصری که پیدا میکنه همون جواب ماست، بهتر از سینگل استفاده کنیم. سینگل هم مثل فریز یا فریز مشکل اینو داره که اگه نتونست پیدا کنه خطا برامون برمیگردونه. بهتر از سینگل اورچی استفاده کنیم، دیفالتش استفاده کنیم که اگر نتونست عنصری رو پیدا کنه اکسپشن برامون تولید نکنه. ببینم اجراش میکنم. هم مشکل چی هستش؟ ببخش این با یک عنصر فقط پیدا کنه دیگه. خب میگیم با n مساوی 5 رو چیکار کنم؟ چون سینگله یعنی یه مقدار میتونه پیدا کنه، مقدار 15 رو برامون پیدا میکنه و نتیجه رو برمیگردونه. خب یا خب یا اگر بخوایم همینو در متد تیزش استفاده کنیم، در حالت این که ازش استفاده کنیم، کافی اینجا بنویسیم dot single و default. این هم مثلا چون یک عنصر میخوایم پیدا کنه دیگه، single میگه ما n مساوی 15 برامون مثلا پیدا کن و نتیجه ریزالت رو برامون چیکار کن؟ چاپ کن. method name unaccepted. چرا هم بخشن پونزده برامون پیدا کرد و نشونه. بس ببین تقریبا این دوتا دستور جدیدی که خوندیم، فریست و سینگه، تقریبا شبیه هم هستن. هر کدوم یه عنصر رو برامون برمیگردونه. فریست و سینگه دقیقا اگه نتونستن چیزی رو پیدا کنن خطا میدن، بخواهدم از سینگل او دیفاید یا فریست او دیفاید استفاده میکنیم. تفاوت اصلی دوتاشون هم تو اینه که فریست میگه همه عناصر رو میاره بعد اولیش رو به ما میده، یعنی بحث مشکل پرفورمنسی داره، اما سینگل اولین عنصری رو که پیدا کرد نتیجه رو برامون چیکار میکنه؟ برمیگردن دیگه، برگه رو پیمایش نمیکنه. بخواهدم سرعت سینگل از سرعت فریست بالاتر استش، و اما در کجا میشه از سینگل استفاده کرد؟ جایی که مطمئن عناصر ما یونیک هستش و معمولا روی کلیدهای اصلی ازش استفاده میشه. خب بریم روی بحث بعدی، بحث اینی. خب بریم ببینیم واسه اینی چه مثالی رو داره. میخوام روی همین مثالی که هستش ادامه بدم. خب خب اینی دیگه نمیره مقدار برامون برگردونه، اینی فقط چک میکنه آیا هست یا نیست. یعنی میاد وقتی ما یه شرطی رو مینویسیم میره میگه آ این وجود دارد یا نه، بله یا خیر. فقط این مقدار رو برامون برمیگردونه. اگر من اجرا کنم 15 و
بهمون چی برگردون؟ تو اگر وجودم نداشته باشه چی برمون برمیگردونه؟ مثلا بگم آه شست رو برم بگرد دیگه، شستی اینی وجود نداره، یعنی نمیره اطلاعات رو بیاره، فقط میره چک میکنه ببینه هست یا نیست. اینا همین نکاتی که دارم توضیح میدم بیشتر روی بحثای پرفورمانسی برنامه است. ما میتونستیم از فریستا یا سینگر هم استفاده کنیم، اما ما جایی هستش فقط میخوایم بره بگرده ببینه هست یا نیست، نمیخوایم مقدارشو برامون برگردونه. تو این جاها از اینی استفاده میکنیم که معادلش هم اگه بخوایم در قسمت همین لامدا اکسپریشن هم استفاده کنیم، میتونیم به این شکل ازش استفاده کنیم. n اینجا بنویسیم چی؟ دات n. این هم بحثه. یعنی ببین این مطالب و دستورات آسون هستن، یعنی آروم آروم در سمپل ها و مثال های مختلف اینا جا میفتن. خب دستور بعدی مهم دستور چی هستش؟ تیک هستش. خب پس خوندیم که دستور اینی برای این هستش که بره روی عناصر بگرده ببینه متغیری هست یا نیست، اینو برامون برگردونه. خب دستور تک میاد این کار رو برامون انجام میده. مثلا میگم آقا بیا مثلا نگاه کن، یه مثال بهت بزنم در مورد دستور تک. خب میگیم آقا عناصری رو که بزرگتر از مثلا ده هستش رو برامون بیار. همه صدامو داری؟ آه بذار آقا تصویر رو شیر نکردم ببخشید. خب الان داریم تصویر رو. خب ببینید ما الان میگیم عناصری رو برامون بیار. خب بذار من این رو برگردم بارت این فوریتاش بیا سریزاش از تنبری دیگه اینا رو. خب ببین این مثالی بود که قبلش داشتیم. الان میخوام بگم که عناصری رو که بزرگتر از مثلا دهه برام بیار، اونایی که n بزرگتر مساوی دهه برام بیار. خب ببینیم کار میکنه توی اوتپوت نگاه کنیم ببین 10 15 20 25 سی. الان بنویسم دات تیک مثلا 2، نگاه کن چه اتفاقی میفته. پیدا کرد فقط دو تا عنصرشو بهمون نشون داد، در حقیقت همه معادل تاپ دو میشه، این تک دو یعنی میشه تاپ دو. خب یعنی دو تا عنصرشو برامون بیار. نگو من این تک رو برمیدارم یه بار ببین چه عناصری رو داره بهمون میاره. هرچی از ده بزرگتره برامون آورد و خود ده ها نگاه کن، ده ده پونوزده بیس بیس پنسی. وقتی می نویسم دات تیک دو یعنی فقط اینایی که پیدا کرد دو تا ورشو بیا، یا تیک سه نگاه سه تا ورشو بیا. خب یک این تیک معمولا با یه دستور اسکیپ هم چی میشه استفاده میشه. مثلا میگم آقا دات اسکیپ کن، دو تا رو اسکیپ کن، بعد برامون تیک کن دو تای آخر. نگو من وقتی میگم n بزرگتر از 10 میشه اینا، میگم اسکیپ کن دو تاشو، یعنی از روی 10 و 15 بپر دو تای آخر رو برام چیه دو تای بعدی رو چاپ کن. نگاه کن الان اینا با هم بیشتر استفاده میشن. 20 و 25 رو برام چیکار کرد؟
ساب کرد. خیلی دستورات کاربردی هستن اسکیپ و تک و با هم به صورت ترکیبی بیشتر و گاد استفاده میشن. تو همین بحث اگه بخوایم به صورت رامد اکسپریشن هم بنویسیم به این شکل استفاده میشه. توی رامد اکسپریشن میگم ما انهای بزرگتر از مثلا 10 و بیار و اسکیپ کن دوتا رو و تک کن دوتا رو. دستور اسکیپ و تک مثلا خود دستور اسکیپ واقعا در اسکیل خودت بخوای اینو بنویسی واقعا سخته. یعنی ما خودمون بخوایم بگیم ما دوتا اول رو بپر و دوتای بعدی رو بیار، در اسکیل نوشتن این خیلی سخته. به شکلی که در این راحت چیه در اینو چکار میکنه برامون پیاده سازی میکنه. خب من یه نکته هم بهت بگم در مورد این ریزاد. من یه لحظه اینجا یه بریک پوینتی بذارم، یک این ریزاد رو اجرا کنم. خب ببینن داخل ریزاد من اجراش میکنم، میام تو فور اولیش که اجرا شد الان توی ریزاد نگاه کن کارنتش نمیشه. بذار من یه مثال میخوام اینو این برکه جا بیفته. بذار من اینو بدونیم بنویسم. باید جاش بکنم دلم میتونم اینجا توی دات نت که این بحث رو بهت نشون بدم. اینا بعدش گفتم بعدش اجرا میشه، تا به فوریت نرسه ریزار تران اجرا نمیشه. ببینم نتونستم اونو بگردم، فکر کنم تو دات نت کوی میگفتم متوقف شده. خب دستور اسکیپ و دستور تک هم چیکار کردیم خوندیم. بریم دستور کانت. دستور کانت هم که از این ساده تر هستش. بذار بگم مثلا اینو میخوام کانتشو برامون برگردونه، تعدادشو برامون برمی میگم آقا عناصری که بیشتر از 10 هستن برامون دات کانتشو برگردون. خب باید اینجا اینو باید کامنتش کنم، بیام بگم چکار کن سیستم دات کنسول دات رایت. خب اگه یادت باشه ما بعضی وقتا میومدیم به این شکل مینوشتیم، مثل اینجا بنویسم ریزاد خب برامون چاپ میکنه، یا می اومدیم می نوشتیم دو تا کوتیشن می ذاشتیم اینجا می نوشتیم مثلا my count مساویه این توی صف می ذاشتیم و result. تو سی شارپ جدید یه امکاناتی گذاشته که بتونی راحت تر از این کار انجام بدی. یه دلار اینجا ورش بذاری دیگه لازم نیست، همینو بذاری توی به جای این صفره، خودش میتونه همین تبدیل رو برامون به راحتی انجام بده. نگاه کن اگر من بهش میگم my count دقیقا میتونه اون دلار اول رو بذاری خودش میفهمه نتیجه چی هست. نوشت my count مساوی چند؟ 5. ستارتش هم نوشتم، یکیش این بود که هیچی ننویسیم، بنویسیم ببین یه حالتش اینه که هیچی ننویسیم بنویسیم ریزاد، یه حالتش اینه که
به این شکل بنویسیم. حالت دومش که بیشتر به استفاده می شدیم، یه حالت جدیدش هم اینه که به این شکل بنویسیم. که از این به بعد من سعی خواهم که مثالات رو با این روش جدید بنویسم که درکش برات راحت تر باشه. ببین تعداد عنصرها رو برامون چیکار کرد؟ چاپ کرد. بس دستور کانت هم تعداد رو برامون برمیگردونه. میتونستیم هم بخوایم اینو میتونیم به شکل لامدا اکسپرشن هم به این شکل استفاده کنیم. آخرش یه داد کانت بنویسیم و برامون کانت رو چیکار کنه؟ برگردن. کانت برامون از خب چی میگه به ما؟ میگه این شکلی استفاده کنی چیه؟ بهتر هستش. number.count میگه این شکلی استفاده کنی ازش چیه؟ بهتر هستش. میبینی خودش تو سمپل خودش اینا چجوری پیاده سازی کرده؟ دیدی؟ ریشارپ خیلی قدرتمنده، میاد سریع چیکار میکنه برامون؟ راهنمایی میکنه که بهتره اینو به این شکل، میخوای دات کانتو بنویسی به این شکل بنویسی چیه؟ بهتر هستش. یا همون مثال قبلی هم میتونستی به این شکل چیکار کنی؟ اینطوری راحت تر بنویسی دات کانت، مثلا شرط رو بذاری داخل دات کانت. اونم درست بود، اما میگه بهتره به این شکل نوشته بشه. خب این اجرا کنم نتیجه رو برامون چیکار میکنه؟ نمایش میده. خب بزن من لپتاپم بزن روشاش. خب بریم قسمت بعدی، مثال مین و مکس هستش. خب ببینیم از دستور مین و مکس به چه شکلی استفاده میشه. خب بهتره میگه که اگه مین و مکس میگه ما پیدا کردی از عناصر بزرگتر از دت دات ماکسیمومش رو برامون نمایش بده. خب این اجرا کنیم، اینجا می نویسیم مای مکس وریو مثلا. ببینید شارپه تا حتی نوشتنش هم کمک میکنه، میگه وریو گشته من نوشته. خب نمیگه و از عناصری که توش بود بیشتر مقدارش سند سیه. یا اگه بخوام مینش رو بدیم میگه مینش رو برامون برگردونه. این هم عناصری چیه ما؟ مینیمم و ورگش رو برامون برمیگردونه. خب گفتم میشه همین عوض کرد، به شکل چی ازش استفاده کرد؟ به شکل رامد اکسپریشن هم ازش استفاده کرد. مثلا می نویسم مگز رو برامون نمایش بده. میگه نامبر کن دات مگز عناصری رو که این چیه بزرگتر از صفر است. ما می نویشیم اول دات ور سلکتش می کردیم. میگه بهتره به این شکل بنویسی بهتر استش. یعنی داره راهنمایی میکنه به این شکل بنویسی. ببین همین نتیجه رو برامون چیکار میکنه؟ این چی نوشت؟ نه الان ببین دات مگز نفهمید، اینجاشو نفهمید دیگه. به برگردم مثال قبل. خب و میام خب n دات شرط رو پیدا کن داد چیزشو برامون برگردون، داد مکزشو برامون برگردون. ببین مثلا اونو گبری رو تونستیم به اون شکل بنویسیم اما اینو نذاش، بس بهتر همین حالت گبری رو حفظ کنیم دات مکس. خب می نویسیم اینجا مای مکس و ریو به این شکل هم بهتره اینو به این شکل بنویسیم. خب به این الان درست کار خواهی کرد. دو مکس و ریو مساویسی. یا به جای مکس رو بنویسیم مینو. فقط واسه کانت گفته بود اون حالت بهتره، یعنی همش به حالت
اینطوری بنویسیم، این هم حالت مینمون. بس کار کردن ما دستورات مگز و مینم کار کردیم. خب بذار سامش هم انجام بدیم. دستور بعدی سام هستش. اگه بخوایم سامش رو چاپ کنیم، هم سام رو چاپ کنیم، کافیه بیایم اینجا بنویسیم داد سام. جمعش رو برامون چیکار میکنه؟ ناسوی که بیشتر دهه هم برام جامش رو چیکار میکنه؟ چاپ میکنه. مای سام بری. خب اگه بخوایم اینجا هم به صورت رام، این که آرت لینکش بود، اگه بخوایم به صورت رام دا اکسپوریشن هم انجامش بدیم، کافی اینجا چی رو بنویسیم؟ سام رو بنویسیم و نتیجه رو برامون چیکار کنه؟ چاپ کن. سام وری مساویه ست. خب دستور بعدی دستور کانتین هستش. خب بریم از مثالامون دستور مین و ماکس اوریج و اینا رو خوندیم. کانتین نه. خب یه مثال از کانتین هم از سایت برداریم. خب میگه کانتین مثال عوض کنیم. خب میگه یه آرایه داریم، میگه نامبر دات کانتینز پنج، شامل چی باشه؟ پنج باشه. نتیجه رو برامون چیکار کن؟ نمایش بده. ببین اگه نتیجه رو من نگاه کنم الان بهم چی تبش؟ ترو، یعنی شامل پنج هستش. خب اینم دستور کانتینمون هستش. بعد از مثال بعدی که میتونم بزنم، بذار ببینم کانتین حالت کوئریبیسش میشه استفاده کرد اما معنی نداره دیگه. دقیقا مثل همون مثالی که قبلا گفتم هستش، تو میتونستی همون جمله قبلی رو بنویسی دات کانتین رو بهش اضافه کنی، اما خب واقعش بخوای معنی خاصی نداره. رسیدیم به حالت دیستینیکت. بذار یه مثال هم از دیستینیکت بیارم برات. دیستینیکت distinct average to array impedance whatever sequence skip any content where distinct. خب یه مثال از distinct برات بیارم. دیستینیک یعنی عناصر تکراری رو چیکار میکنه؟ حذف میکنه و فقط عناصر غیر تکراری رو میاره. عناصر تکراری از نتیجه حذف میشه. نگاه کن ببین انجام 1 2 2 2 3 5 6 8 9 هست، میگه فرام کن این این نامبرز دات چی دیستینیکت سلکت. هم میتونی اینو اینجا بذاری، یه نکته بهت بگم، هم میتونی بیای اینو دات معمولا این قسمت استفاده میکنه دات دیستینیکت. خب ببین من نتایج تکراری رو از سورس حس میکنم. ببین 1 2 3 4 5 6 8 9، اونایی که 2 2 3 5 6 6 8 9 بود نتیجه شدن حس شدن. این حالت رینکش بود. میتونیم از حالت رامدا اکسپریشنش هم به این شکل استفاده کنیم. کافیه بنویسیم و ریزالت مساوی چی نامبرز دیستینیکت numbers distinct.
اگر اجراش کنم، ببین دقیقا همون نتیجه رو برامون چیکار کرد، دادش. و بحث بعدیمون هم بحث چی هستش؟ جوین هامون هستش. آخرین مثال هم بزنیم. خب ببین، گفتم دیگه، من در آپارات خودم، در سایت آپارات خودم به صورت کامل توی این ویدیو لیست پخش حدود یک و فکر کنم یه دو جلسه یک و نیم ساعته رو در مورد همین موضوع های مقایسه، اینجا یه جلسه فکر کنم ببینم فکر کنم به جلسه یک و نیم ساعته رو در مورد مقایسه رینگ و رامدا و اسکیچ کار کردم. کاملا تو این جلسه چیکار کردم؟ کاملا در مورد رینگ و رامدا و اسکیچ اینا رو با هم مقایسه کردم، انواع حالت های کوئری های اینا رو با هم مقایسه کردم و حالت های جوین و اینا رو هم چیکار کردم توش کاملا توضیح دادم که میتونی به عنوان منبع کمک آموزشی چیکار کنی، ازش استفاده کنی. مثلا اومدم به این شکل توی یه نموداری قشنگ نوشتم که مثلا ما بخوایم یک مثلا یک حالت، بذار جوین معمولی رو نشونت بدم. چه این شکلی آوردش؟ خب ببین، مثلا اون وردم یه سلکت زدم. خب جوینه که بلدی دیگه، دو دیتابیس ما یه جوین معمولی رو چطوری باید بنویسیم. خب آوردم یه سلکت زدم، مثلا دو تا جدول رو با هم چیکار کردم؟ جوین کردم. بعد اومدم دقیقا آموزش دادم که چطوری میتونیم این جوین رو تبدیل به جوین چیکارش کنیم، جوین لینکیش بکنیم. خب و اینجا دستور اسکیوش نوشتم، این ور اومدم دستور مثلا لینکش رو نوشتم و در قسمت بعدی دستور اسکیو نوشتم، رامداش رو نوشتم. این توضیح در مورد این بدم، اگر جوین ما دو تا سه تا جدول باشه با لینک میشه نوشت، اگر از دو تا جدول بیشتر یعنی بخوام میگیم کنی مثلا دنبال رامدا اکسپریشن نه انقدر پیچیده میشه که اصلا نوشتنش امکان پذیر نیست. معمولا تا دو جدول اینا رو بخوایم جوین کنیم با لینک میشه نوشت، اما دیگه بیشتر از دو سه تا جدول باشه اصلا با لینک هم نمیشه نوشت، خیلی پیچیده میشه. بهتر با دستورات خود چی بنویسیم، اسکیو بنویسیم و از استو پروسسور استفاده کنیم که تو این فیلم کاملا چیه، تو این فیلم کاملا یک و نیم ساعت چیکار کردم توضیح دادم، چون میخوام تو وقت این دوره صرفه‌جویی بشه و دوره حالت کاربردی خودش حفظ کنه، بهتر این قسمت ها رو از این فیلم بری جلو و کامل توضیح دادم که چطوری استفاده کنیم یا چطوری از استو پروسیجر ها در داخل این کوین استفاده کنیم. و یه مثال جوینش رو من اینجا برای اینکه ببینی یه جوینش رو میارم، یه حالت اینه جوین مثالش رو میارم اینو. خب ببین یه دونه نوشته وام کانتینه ترکیه ایتالیا اسپانیا مثلا سعودی عربی فلان، یه دونه نوشته یوروپ فلان. خب گفته ریزارد، نکن گفته دبلیو نماینده جدول وام کانتینه، ای ام نماینده جدول چیه؟ یوروپ. گفته چیکار کن؟ این جون یعنی اشتراک اینا رو پیدا کن دیگه، در اگه این جون که میکنیم یعنی اشتراک اینا رو پیدا کن. گفته که فرام و اما این جوینی که شبیه این جوینه تو اسکیو، اما ببین اونجا می نوشتیم مثلا وام کانتینر مثلا دات نیمش مساوی یوروپ کانتینر دات نیمش. اینجا از چون این اشاره گر بهش هستش دیگه راحت تر می نویسیم فرام دبلیو این وام کانتینر جوین ای
این یوب کانتینه آن دبریو مساوی ای. دبری یعنی اشارگریه که به این جدول وارم اشاره میکنه، ای هم اشارگری که به این جدول یوروپن کانتینه اشاره میکنه. الان اشتراک ها این رو نشون میده و برامون چاپ میکنه. نگاه کن. ایتالیا و اسپانیایی که وسط این دوتا، ایتالیا و اسپانیایی که وسط اینا مشترک بود، برامون چکار کرد؟ توی این ایجون برامون نمایش داد.